وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای امنیتی متحد به منافع ملی حفظ تمامیت ارزی و مرزهای کشور هستند لوید وزارت دفاع ملی در روند حسابدهی دولت به ملت میگوید که در شمار نیروهای سرحدی 44 درصد افزایش آمده که به دلیل جلوگیری از تهدیدات امنیتی 63 کندک در 37 کمپ 108 پایگاه و 600 پوسته جابجا شدند و همچنان حضور گروه های تروریستی در افغانستان را بی اساس می داند و می گوید نیروهای امنیتی به هیچ فرد اجازه ی فعالیت های تروریستی را نمی دهد در ده افغانستان گروه های تروریستی اصلا حضور ندارند وجود ندارند دیگه ما برای مردم افغانستان را اطمینان می دیم ای توان که مجاهدین این توانمندی را کاملا دارند که در برابر همچون اعمال هم تخریبی مبارزه بکنند مسئولان این وزارت می گویند که اردوی کنونی متشکل از مجاهدین، اساکر سابق و افراد تازه استخدام شده است که تعداد آنها به 150 هزار تن میرسد و تلاش می شود تا این رقم به 170 هزار تن برسد. خانوی افسران و اغچی دل تپات و مسلکی خلق و ازamong saradi aw pulworo bastuno kem de afsaran de brid malandi takriban de shpak sa washaw kho muhasilin che pa kharij kido aw ce raghali aw sara rawandi aghoi ta muga adalta pa mili difa wazarat ke de khidmat kawlo zamina barabar kade وزارت دفاع ملی می که در طول یک سال گذشته به شمول تانک های زرهی و هلیکوپتر 50 هزار وسایت را ترمیم نمودند این وزارت میگوید به دلیل ارتقای ظرفیت آموزش های مسلکی و اصلاح شمار زیادی از پلان ها را عملی نموده است آغاز کار روی تشکیل اردو یک اردوی مجهز مستقل همچنان بخش های ترمیماتی و رکشاف های مرکزی ساهای هم پاهل شد تا فعلا از فتا تا فعلا ما تقریبا نزدیک به 50 هزار این وزارت همچنان گفته است که بلند بردن از ظرفیت اردوی ملی بازدید و اصلاح پالیسی ها تجهیز نیروهای نظامی توسعه دیپوها و تأسیسات و بازسازی جاهای آسیب دیده از اولویت های مهم سال 1402 این وزارت است